گروهی از دختران جوان افغانستان در ولایت هرات از پیشگامان شکستن سدهای سنتی در جامعه مردسالاری آن کشور شدند. آنها اولین گروه زنان کدنویس بازی‌های کامپیوتری هستند. اشکان سلطانی گزارش می‌دهد. اینجا شهر هرات افغانستان است و این زنان راهی محل کار خود هستند. این کدنویس‌های زن در شرف شکستن سدها در زمینه تکنولوژی هستند. زمینه ای که در این کشور جنگ زده عمدتاً در سلطه مرد هاست. بازی کامپیوتری که آنها در مرکز آموزش کدنویسی برای الهام بخشی ایجاد کردند، نمونه ای است از تلاش افغانستان برای از بین بردن مزارع کشت خشخاش تحت کنترل طالبان و برای خاطره محمدی 20 ساله بازی مبارزه علیه تریاک مبارزه آشناست، زیرا برادرش که سرباز است در مبارزه با قاچاق این ماده مخدر فعالیت دارد. مردم افغانستان خیلی نیاز دارن به گیم هایی باشه که آموزشی باشه و در سطح دانش اطفال از اینا تغییر بیاره، خیلی برشون مهم است. ما هم نظر به نیازی که بوده میخوایم از حصه تعلیم و تربیه شروع کنیم و بخیر کارهای بعدی که داریم. خاطره و همکارانش در این مرکز معتقدند با ایجاد این بازی میتوانند به مردم خصوصا جوانان آگاهی های لازم را بدهند. بازی عملاً از زندگی واقعی در ولایت هلمند الهام گرفته، جایی که به شدت سعی می شود با مواد مخدر مبارزه شود. سربازان با مشکلات روبرو می شوند. دشمنان پناه گرفته در مزرعه ذرت، مین، خود قاچاقچیان و آزمایشگاه های مخفی تولید هروئین. افغانستان بزرگترین تولید کننده خشخاش و در نتیجه تریاک و هروئین است که عمدتاً در ولایات جنوبی هلمند و قندهار متمرکز است. شهر هرات نیز در حاشیه یکی از عمده ترین جاده های قاچاق به ایران و فرای آن واقع شده. مرکز کدنویسی توسط فرشته فروغ ایجاد شد. او فرزند پناهجویان افغان و متولد ایران است. فرشته در سال 2011 پس از سقوط طالبان به افغانستان بازگشت. در دانشگاه هرات تدریس کرد و اکنون در آمریکا زندگی می کند. آزیتا یکی دیگر از محصلین این مرکز است. This is a good opportunity for the girls to be involved with technological knowledge. این فرصت خوبی برای دختران است تا در زمینه تکنولوژی کسب دانش کنند و به مهارت‌های خود اضافه کنند. بیش از 80 دانش آموز و دانشجو در این مرکز آموزش دیده می‌شوند.